و اما در خبری مربوط به عراق، پنتاگون شمار نظامیانی را که بر اثر حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی در ماه پیش دچار آسیب مغزی شدند به 50 نفر افزایش داده است. جف سلدن، خبرنگار حوزه امنیت ملی صدای آمریکا در استودیو با ما هست. جف، تازه ترین جزئیات از تو بپرسیم. بله، تازه ترین اطلاعات و اعداد ارقامی که اومده پنتاگون اینه که 16 نیروی نظامی دیگه آمریکا الان ضربه به مغزشون تشخیص داده شده. این اصطلاحی است که هم از لحاظ ضربه به مغز و هم آسیب‌های جدی‌تر رو شامل میشه. پنتاگون این رو میگه. پس بنابراین تعداد کل سربازان آسیب دیده به 50 نفر از این حمله موشکی به الاسد به 50 نفر رسیده. از این تعداد 15 نفرشون در خود عراق مداوا شدن و الان برگشتن سر خدمت و بنابراین 31 نفر تأثیر دیدن از این لحاظ و الان برگشتن سر کارشون. یه تعدادشون در آلمان تحت مداوا هستن و یه تعدادشون هم به آمریکا آورده شدن. پنتاگون میگه که این تعداد و رقم تعداد ممکنه تغییر بکنه در روزهای آینده. گفتن که این آسیب دیدگی هایی که به مغز وارد میشه یا آسیب هایی که بر اثر ضربه به مغز میشه بلافاصله خود نشون نمیده. بنابراین اینها باز هم مورد بررسی قرار میدن. نیروهای دیگر رو که ممکن اونها آسیب دیده باشن و درمان میخوان بشن. به وضعیت نیروهای آمریکایی در افغانستان بپردازیم. در رابطه با سقوط هواپیمای نظامی آمریکا در افغانستان، آیا پنتاگون جزئیات رو اعلام کرده در رابطه با شمار تلفات به علت سانحه؟ بله، گزارش‌های خیلی زیادی منتشر شده و نیروهای نظامی ارتش ایالات متحده میخواد این شایعات رو به پایان برسونه، تمام بکنه. فقط میگه دو نفر سوار این هواپیما بودن و که این هواپیما در واقع در حال انتقال ابزارهای تجسسی و ارتباطی بودن به سربازانی که در مناطق کوهستانی افغانستان حضور داشتن. اون خلبان و کمک خلبان تنها کسانی بودن که سوار هواپیما بودن. اون همچنین دارن نگاه میکنن، میگن شاید مشکل خرابی یا نقص فنی باعث این بوده، برخلاف اون چیزایی که طالبان و دیگران میگن که ممکنه آتش دشمن این رو سرنگون کرده باشه. الان به صورت رسمی دارن میگن مقامات ایالات متحده که این احتمالش خیلی کمه، احتمالش اینه که نقص فنی بوده باشه. ولی خب الان تازه اون دستگاه ضبط اطلاعات رو از محل سقوط پیدا کردن و دارن اون رو بررسی میکنن تا اطلاعات بیشتری رو به دست بیارن.